فرمانده نیروی قدس سپاه در حمله هوایی به دستور مستقیم دونالد ترامپ در بغداد کشته شد. غرب به دنبال مهار ایران در خاورمیانه است، اما عوامل حکومت ایران توانایی عملیات در نقاط دیگر جهان را هم دارند. The Iranian Quds Force conducts covert assassination operations in the heart of Europe. مرز برای جمهوری اسلامی ایران معنای خاصی نداره. در دو سال گذشته درباره ترور و بمبگذاری علیه مخالفان ایرانی در اروپا تحقیق می‌کنم. چیزی که منو نگران کرده اینه که در این شهر تروری رخ داده. نقشه و عملیات ترور در نقاط مختلف اروپا کشف شده، از دانمارک تا هلند. پدرم روی زمین بود، غرق در خون. اروپایی‌ها برای مدتی طولانی درباره این ترورها سکوت کردند. شما رو متهم کرده که دو ایرانی رو اینجا ترور کردی. خوبی شما؟ شما از پلیس مجوز گرفتید. من خیلی نگران نفوذ عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستم. اینکه عواملی در گروه‌های خودسر رو استخدام کرده باشند. این داستان ترورهای مرموز علیه مخالفان حکومت ایران در اروپا است. آلمیره، شهری کوچک نزدیکی آمستردام. یک صبح سرد زمستانی، مردی میانسال مثل هر روز کاری از خانه خارج می شود. همسر و پسرش هنوز در خوابند، غافل از اینکه دو مرد در کمینش نشستند. سه گلوله او را از پای در می آورد. زاروان با خودروی BMW از محل می گریزند. برای از بین بردن رد پایشان چند محله آن طرفتر خودروی دزدی را به آتش می کشند. مقتول تکنیسن برق و ایرانی است. اما او کیست و چرا باید کشته شود؟ پلیس ابتدا اصلا نمیدونست او کیه. این ترور پلیس رو غافلگیر کرد. پل وقتس روزنامه نگاری است که سالها از نزدیک پرونده گروه های تبهکار آمستردام را دنبال می کند. معمولا تبهکاران که خلافکارا و تبهکارای دیگر رو می کشند. اما این بار مقتول یه تکنسین برق بود. به همین دلیل از خودم پرسیدم چرا؟ بعضی ها مشکوک بودن ممکنه او در کار تولید هشیش و ماریجوانا بوده باشه، چون پرورش ماریجوانا به برق و انرژی زیادی نیاز داره. بالاخره چند ماه بعد پلیس هویت مقتول را فاش می کند. علی معتمد، مردی 56 ساله ایرانی هلندی. برای خانوادهش پدری مهربان، برای همکارانش تکنسینی وقت شناس، برای پلیس مردی بدون سوء پیشینه. الیوس الیون عضو شورای شهر آلمیر است. او به پرونده پلیس دسترسی داشته. چیزی که از تحقیقات پلیس فهمیدم اینه که اون هیچ رابطه‌ای با گروه‌های تبهکار، پولشویی یا مواد مخدر نداشته. هیچی. این محله ایست که علی معتمد برای سالها اونجا زندگی میکرد. کسانی که اونو میشناختن میگفتن مرد آرومی بوده، اما نمیدونستن علی معتمد برای روزها توسط دو مرد که در یک اتومبیل نشسته بودند نظاره میشد. تصاویر دوربین های مدار بسته خودروی زاروبان را نشان می دهد که در تعقیب ون سفید رنگ علی معتمد است. در این شکی نیست که قتل او از پیش طراحی شده بود. برای جامعه ایرانیان مقیم هلند این قتل یک معما می شود. طبیعتاً برای یک نفر آدمی که فعال سیاسی هست، پناهنده بوده، خطر ترور وجود داره، میره ببینه دنبالش که این شخص کیه. مرتضی صادقی عضو سازمان چریک های فدایی خلق بوده که در هلند زندگی میکنند. از همان روزهای اول درباره این قتل مرموز کنجکاو میشود.
متوجه شدم هر چقدر بیشتر میگردم در مورد هویت مقتول کمتر دستم به جایی میرسه. پلیس از من خواست به جد که با خانواده اون هیچ تماسی نگیرم. پلیس اطلاعات زیادی درباره این پرونده نمیدهد، اما در میان ایرانیان شنیده میشود که برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در خاک سپاری او حضور داشتند. من سنم جدا از خانواده ها یکی دو تا از دوستانی که داشتن و یکی دو نفر از کسانی که با سازمان، یعنی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هم اونجا بود. سازمان مجاهدین خلق نقش مؤثری در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشت. مدتی پس از پیروزی انقلاب، آیت الله خمینی با رهبران این سازمان اختلاف پیدا کرد. این اختلافات به جنگ مسلحانه منجر شد. در دهه 60 هزاران نفر در درگیری‌های مسلحانه بین حکومت و سازمان مجاهدین کشته و اعدام شدند. سازمان مجاهدین و حکومت ایران تا به امروز همچنان دشمن قسم خورده‌اند. رهبران سازمان مجاهدین درباره قتل علی معتمد سکوت کردند. خانواده او با مطبوعات حرف نمی‌زنند. مقامات هلندی هم 3 سال پس از این قتل اطلاعاتی درباره انگیزه آن نمی‌دهند. Hello, hi. This is GR Gold from BBC Justice Ministry. Yes. I emailed you a few times last week. I was inquiring about the case. Can you confirm? احساس می‌کنم تحقیقاتم به بن‌بست رسیده. تا اینکه از منبعی هلندی به اسنادی دست پیدا می‌کنم. این اسناد بخش عمده‌ای از تحقیقات دادستان هلند درباره قتل علی معتمد است. شامل تحقیقات از ده ها عضو خانواده و دوستان مقتول. ساعاتی پس از قتل علی معتمد، همسر و پسر او به مأموران تحقیق میگویند علی معتمد هویت دیگری هم داشته. نام حقیقی او محمد رضا کلاهی صمدی بوده. مردی که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران سالها به دنبالش بودند. در انفجار 7 تیر سال 1360 در مقر حزب جمهوری اسلامی 72 نفر از سران حکومت از جمله آیت الله بهشتی کشته شدند. کلاهی در کردستان با ما کار می‌کرد. سعید شاه صمدی یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق بود. این کلاهی. بله بله. او مدتی با کلاهی صمدی در کمپ سازمان در عراق بود. کلاهی کسی بود که اون انفجار رو در اون کیف انفجاری رو برد و در ساختمان جمهوری اسلامی گذاشت. کلاهی صمدی فرار کرد، اما دادگاه انقلاب اسلامی غیاباً او را به مرگ محکوم کرد. بعدها کلاهی صمدی با رهبران سازمان مجاهدین اختلاف پیدا کرد و عراق را ترک کرد. شنیده های من این بود که اینها از سازمان کنارگیری کردند و در گوشه‌ای به صورت ناشناس زندگی میکنند. در اوایل دهه 70 شمسی کلاهی صمدی به هلند می رود. پناهندگی سیاسی می گیرد. با نام علی معتمد با زنی افغان ازدواج می کند. در شهر کوچک آلمیره زندگی بی سر و صدایی را شروع می کند. ترور او مقامات محلی این شهر را نگران کرده. What concerns me in this city, an assassination. چیزی که منو نگران کرده اینه که در این شهر تروری رخ داده. احتمالاً توسط کشوری خارجی. معلومه مردم باید بدونن چه اتفاقی افتاده. مخصوصاً میتونم بفهمم چرا مخالفان ایرانی نگرانن. 2 ماه پس از ترور کلاهی صمدی، یکی از مأموران اطلاعات هلند به سراغ مرتضی صادقی میرود. این مأمور حامل پیامی برای مخالفان حکومت ایران در هلند است. اون گفت ایرانی هایی که در عملیات مسلحانه ای که منجر به کشته شدن افراد شده شرکت داشتن جونشون در خطره و این رو شما به ما اگر کسی رو میشناسی اینجوری هست به من بگو. اما هشدار ماموران اطلاعاتی هلند به مخالفان ایرانی نمیرسد. 2 سال بعد
احمد مولا نیسی، مردی 52 ساله، به طرف خانه‌اش در راه است. خودروی BMW با دو سرنشین او را دنبال می کند. یکی از آنها جلوی خانه آقای نیسی از نزدیک به او شلیک می کند. آقای نیسی در جا کشته می شود. این لحظه فرار زاربان است. یکی از همراهان آقای نیسی این تصاویر را ضبط کرده. دخترش آن لحظه خانه بود. صحبت درباره اون واقعه واقعا سخته. با برادرام و خواهرام و مادرم از پله ها اومدیم پایین. پدرم روی زمین بود، غرق در خون. لحظه های سختی بود. شوکه شده بودیم. احمد مولانیسی، پولیتیک اکتیویست از ایران. در اوایل دهه 80 شمسی، احمد مولانیسی به همراه خانواده‌اش به هلند پناهنده شد. او از بنیانگذاران جنبش آزادی بخش عربی الاحواز بود. هدف این جنبش جدایی خوزستان از ایران است و در گذشته دست به عملیات مسلحانه می‌زد. آقای نیسی هم تحت تعقیب حکومت ایران بود. پدرم به عنوان رهبری کاریزماتیک تونست همه گروه‌های مخالف عرب احوازی رو متحد کنه. او هدفی بود برای دشمناش. پسر احمد مولا نیسی باور دارد عوامل اطلاعاتی ایران پشت ترور پدرش بودند. وجهت للوالد تهدیدات و كنا نشعر ان هنالك تهدیدهای زیادی علیه پدرم بود. احساس می‌کردیم او زیر نظره. در سال 2011 رسما به پلیس هلند گزارش دادیم. به اونا گفتیم جان پدرم در خطره. اما اون موقع هیچ کاری نکردن. اگه میدونستیم یه ایرانی دیگه تو هلند کشته شده، ممکنه الان پدرم زنده بود. بین ما بود. با یکی از ماموران اطلاعاتی پیشین هلند دیدار میکنم. او معتقد است یک دولت باید پشت این قتل ها باشد. حقیقت اینه که هر دو قربانی به شیوه قتل‌های تبهکاران ترور شدن. خودروهای اونا BMW دزدی بوده. گروه‌های تبهکار حرفه‌ای برای کشتن استخدام شدن. چه کسی دستور قتل‌ها رو صادر کرده هنوز مشخص نیست. اما همه نشانه‌ها حاکی از اینه که یک دولت و احتمالاً ایران پشت این قتل‌ها بوده. در اوایل سال 2018 پلیس هلند دو نفر را به اتهام قتل کلاهی صمدی دستگیر می‌کند. آنها خلافکاران شناخته شده آمستردام هستند. دو خلافکار معمولی هستند. خلافکارهای مواد مخدر هستند. مدتی بعد دادستان هلند اعلام می کند که مردی دیگر به نام نوفل فسی در همین ارتباط دستگیر شده. او از رؤسای یک گروه تبهکار قاچاق مواد مخدر در آمستردام است. او زاربان را استخدام کرده بود. پلیس موافق می شود رمز تلفن نوفل فسیح را باز کند. پیام های تلفن اون نشان می دهند آنان برای چندین روز کلاهی صمدی را زیر نظر داشتند. سیگنال تلفن اونا نشون می ده که خودرو زاربان سه بار از آمستردام به آلمیره رفته. پیام های رد و بدل شده بین نوفل و زاربان نشان می دهد آنان کلاهی صمدی را نمی‌شناختند و نمی‌دانستند چرا او باید کشته شود. دادستان پرونده می‌گوید نوفل فسیح برای قتل کلاهی صمدی 130 هزار یورو گرفته. او هم به هر یک از زاربان 10 هزار یورو داده. تا به امروز نوفل فسیح اعتراف نکرده چه کسی این مبلغ را پرداخت کرده. اگر رقم هنگفت این چنینی به گروهی تبهکار پرداخت شده برای ترور، احتمال بسیار زیاد قتل سیاسی بوده و روشنه که یک دولت باید پشت این قتل بوده باشه. آیا حکومت ایران با پرداخت پول به گروه‌های تبهکار مخالفانش را در خاک اروپا می‌کشد؟ اگر چنین است، چرا مقامات هلند سکوت کردند؟ دولت هلند نمیخواد این پرونده به یه جدل سیاسی بین ایران و هلند تبدیل بشه. دولت میخواد موضوع بزرگ نشه. اونا دو مظنون رو به دادگاه میفرستن تا دادگاهی بشن و میخوان زود هم پرونده ختم بشه. آقای
آیا سکوت اروپایی ها درباره این ترورها می تواند به خاطر توافق هسته‌ای ایران و غرب باشد؟ برای روشن شدن این موضوع باید کمی به عقب برگشت. برای سالها تندروهای نزدیک به رهبر حکومت ایران با هر گونه معامله بر سر برنامه هسته‌ای با غرب مخالف بودند. حسن روحانی با شعار اعتدالگرایی و رفع تحریم‌های اقتصادی در سال 1392 رئیس جمهوری ایران می شود. پس از 3 سال مذاکرات فشرده بر ریاست جواد ظریف وزیر خارجه، ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای به توافق می رسند. حاصل آن شد برجام. امروز تحریم‌های مالی و اقتصادی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران برداشته شد. پس از برجام ده ها شرکت بزرگ اروپایی برای سرمایه گذاری به ایران می روند و قراردادهای میلیاردی امضا می کنند. اروپایی ها خیلی روی توافق هسته‌ای سرمایه گذاری کردند. اونا امیدوار بودند که برجام باعث تقویت موقعیت نیروهای میانه رو در ایران بشه. اما تندروهای نزدیک به رهبر ایران به مخالفت با توافق هسته‌ای ادامه می دهند. به آمریکا می روم برای دیدار با مردی که تندروها او را متهم به جاسوسی کردند. حسین موسویان برای 25 سال پست های مهمی در حکومت ایران داشت. مدتی عضو شورای امنیت ملی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود. او امروز مشغول تحقیق در دانشگاه پرینستون آمریکاست. بعضی از نمایندگان مجلس وزیر خارجه را متهم به خیانت و جاسوسی برای سازمان سیا و غرب کردند. او را تهدید به مرگ کردند چون از برجام حمایت می‌کرد. در آمریکا هم صدای مخالفت با برجام بلندتر می‌شود. This was a horrible one-sided deal that should have never ever been made. دونالد ترامپ تهدید می‌کند اگر ایران رفتارش را تغییر ندهد او آمریکا را از برجام خارج خواهد کرد. آگوست هنینگ سالها رئیس سازمان اطلاعات آلمان بود. او می‌گوید اروپایی‌ها می‌دانستند ایران پشت این ترورها بوده اما سکوت کردند. برای رهبران اروپایی روشن بود که دولت ترامپ مخالف توافق هسته‌ایه. یکی از دلایلی که اروپایی‌ها آشکارا از رفتار ایران شکایت نمی‌کردن این بود که نمی‌خواستن به برجام ضربه بزنن. فرانسه، آلمان، ایتالیا و حتی تا حدودی بریتانیا به دنبال منافع اقتصادی در ایران بودند. تا چند سال گذشته کشورهای اروپایی سیاست‌های متفاوتی داشتند. هر کدوم به دنبال منافع خودشونن. بذار بی‌تعارف بهت بگم، اصول اخلاقی متفاوتی رو دنبال می‌کنن. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای. سرانجام دونالد ترامپ در سال 2018 تهدیدهایش را عملی می کند. از برجام خارج می شود و تحریم ها علیه ایران باز می گردند. اما سرویس های اطلاعاتی ایران همچنان متهم به برنامه ریزی برای ترورهای دیگر می شوند. کشور کوچک لوکزامبورگ در قلب اروپا، تابستان سال 2018، یک زوج ایرانی بلژیکی برای ملاقات با یک دیپلمات به اینجا می آید. پلیس بلژیک می گوید این دیپلمات به آنها 500 گرم مواد منفجره قوی می دهد و به زوج ایرانی مأموریت می دهد که این بمب را در کشور دیگر منفجر کنند. اما آنها متوجه نیستند که تمام حرکاتشان زیر نظر چندین دستگاه اطلاعاتی اروپایی است.
به غیر از همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی اروپایی در رد و بدل اطلاعات، پلیس و ماموران مرزی هم هماهنگ عمل کردند. زوج ایرانی بمب را در یک کیف دستی جاسازی می‌کنند. آنها از بلژیک به سوی فرانسه در راهند. هدف اینجاست. گرد همایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس. سازمان مجاهدین خلق توانسته دوستان قدرتمندی در اروپا و آمریکا پیدا کند. در این گرد همایی افراد نزدیک به دونالد ترامپ از جمله وکیل شخصی او رودی جولیانی حضور دارند. Thank God my president turned his back on that very dangerous nuclear agreement with Iran. این سازمان به دنبال براندازی حکومت ایران است. The declared policy of the United States should be regime change in Iran. اما پلیس میگوید بمبگذاران هیچگاه به مقصد نمیرسند. آنها در خاک بلژیک دستگیر میشوند. France has accused Iran of attempting to set off a bomb. La lutte antiterroriste se poursuit. A Belgian couple that was found with the explosives in their car. همزمان پلیس آلمان این مرد اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را به اتهام تهیه و انتقال مواد منفجره دستگیر میکند. It was proved by intelligence observation. اطلاعات به دست اومده نشون میده اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی احتمالاً مسئول عوامل اطلاعاتی ایران در کل اروپا است. این مأمور سابق سازمان اطلاعات فرانسه سالها مأمور پرونده ایران بوده. برای اولین بار در چند دهه اخیر یک دیپلمات ایرانی با مدرک غیر قابل انکار برای عملیات تروریستی دستگیر میشه. او در قلب اروپا مشغول سازماندهی عملیات تروریستی بود. تلاش کردم با مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین در اتریش صحبت کنم. میخواستم درباره اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی بپرسم، اما اونا حاضر نبودن با ما صحبت کنن. چیزی که درباره آقای اسدی میدونیم اینه، ایشون از سال 2014 میلادی در این سفارتخانه مأمور به خدمت شدن به عنوان یک دیپلمات. اما حالا پلیس اروپا میگه او دیپلمات نبوده، بلکه یک مأمور اطلاعاتی ایران بوده و وظیفه او هم نظارت بر فعالیت سازمان ها و گروه های مخالف جمهوری اسلامی ایران در اروپا بوده. خبر دستگیری دیپلمات ایرانی همزمان با سفر برنامه ریزی شده ی حسن روحانی به سوئیس و اتریش است. پس از خروج آمریکا، حسن روحانی به اروپا آمده تا برای حفظ برجام تلاش کند. اما در وین با بحرانی تازه روبرو می شود. ما انتظار داریم درباره این دیپلمات ایرانی کاملا شفاف سازی بشود. یک رسوایی برای رئیس جمهوری ایران. اگر عناصری در داخل رژیم ایران مرتباً مخالفانشون رو در خاک اروپا تعقیب کنن، اروپایی‌ها چاره‌ای جز عکس‌العمل ندارن. حتی اگه ظاهری هم باشه، به خاطر وجهه سیاسیشون باید این کارو بکنن. حادثه اینچنینی قطعاً به منافع ملی ایران ضربه زد. قطعاً به رابطه ایران و اروپا ضربه زد. اسدالله اسدی و سه متهم ایرانی دیگر در هفتم آذر ماه امسال به اتهام بمبگذاری و عضویت در یک گروه تروریستی در دادگاه بلژیک محاکمه خواهند شد. اسدالله اسدی متهم شده در جریان بازجویی دولت بلژیک را تهدید کرده که اگر محکوم شود، گروه‌هایی در عراق و سوریه و لبنان انتقام او را خواهند گرفت. ایران اتهامات را رد کرده و خواهان آزادی این دیپلمات است. سازمان مجاهدین خلق یکی از شاکی‌های این پرونده است. تصمیم برای این عملیات توسط خامنه‌ای، روحانی، ظریف و علوی وزیر اطلاعات رژیم گرفته و نهایتاً اجرا شد. اروپا با مرکز تروریسم چه خواهد کرد؟ اپیسنتر آف تروریسم.
اتحادیه اروپا یک صدا ایران را محکوم می کند. بخشی از وزارت اطلاعات ایران تحریم و در لیست سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیرد. برخی از کشورهای اروپایی سفیرانشان را از تهران فرا می‌خوانند. دولت هلند برای اولین بار ایران را مسئول قتل کلاهی صمدی و احمد مولا نیسی در این کشور معرفی می‌کند. حدود یک سال پیش اینجا در لاهه بودم. هیچ مقام هلندی حاضر نبود درباره این پرونده با ما صحبت کند. اما الان دارم میرم که با وزیر امور خارجه این کشور گفتگو کنم. کاملا مشخصه سیاست اونا تغییر کرده. سرویس‌های اطلاعاتی ما مدارکی به ما دادن که اونقدر محکم بود که باعث شد دو دیپلمات ایرانی رو از هلند اخراج کنیم. شما کشورهای اروپایی متهم شدی که به خاطر برجام و منافع اقتصادی چشمتون رو روی فعالیت‌های ایران در اروپا بستید. این واقعیت داره؟ این حرف بی‌معنیه. اما شما مدت زیادی سکوت کردین. هیچ ارتباطی بین توافق هسته‌ای با ایران و عکس‌العمل ما به رفتار غیر قابل قبول ایران در خاک هلند وجود نداره. سازمان اطلاعات هلند میگوید این ایران بوده که تبهکاران را برای کشتن کلاهی صمدی و احمد مولا نیسی استخدام کرده بود. سری به سفارت ایران در لاهه میزنم. آقا ما دیروز وزیر خارجه هلند رو مصاحبه کردیم. ایشون شما رو متهم کرده که دو ایرانی رو اینجا ترول کردیم. خوبی شما؟ ما چرا؟ چرا؟ سلام. حال شما خوبه؟ شما خوبه؟ شما از پلیس مجوز گرفتید؟ من مجوز نمیام. اینجا عمومیه. می‌خواستم با شما نمی‌خوای اصلا یک عکس العملی به این نشون بدید؟ بابا بیبیس اساساً که بحث مصاحبه نداره. ایران مسئولیت این قتل‌ها را نپذیرفته. قاتلان کلاهی صمدی هم هویت آمران را فاش نمی‌کنند. این آرامگاه محمد رضا کلاهی صمدی است. او حدود 3 دهه پیش به اینجا به آلمیره اومد. گذشته‌اش را کنار گذاشت و با یک اسم مستعار علی معتمد اینجا زندگی کرد. اما سوال اینجاست، چه کسی حاضر 10,000 یورو بده تا او رو بکشه بعد از این همه سال؟ علی‌رغم اتهامات علیه ایران، دادستانی میگوید هیچ مدرکی که ارتباط مستقیم ایران با این قتل ها را نشان دهد تا کنون به دست نیامده. مدارکی که دادستان در دادگاه استفاده میکنه با اسنادی که دستگاه‌های اطلاعاتی ارائه میکنن فرق میکنه و دادستان نمیتونه از همه این اسناد در دادگاه استفاده کنه. رئیس پیشین سازمان اطلاعات آلمان میگوید حکومت ایران شگرد ترور را تغییر داده. اون موقع در ترورهای میکنوس ایران از اعضای حزب الله لبنان استفاده کرد، اما حالا از تبهکاران. اونا تلاش میکنن رد پای تروریست ها به سرویس های اطلاعاتیشون بر نگرده. حکومت ایران سابقه دیرینه در ترور مخالفانش در اروپا دارد. به برلین، پایتخت آلمان می روند، جایی که عوامل اطلاعاتی ایران فعالند. مرز به اون صورت برای جمهوری اسلامی ایران معنای خاصی نداره. حمید نوذری یکی از فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان است. فقط اسنادیه که او در سالهای گذشته پرونده های ترور و جاسوسی ایران در آلمان را دنبال کرده. در اروپا اینا سالیان سال ترورهای زیادی کرده بودند و واکنش جدی هم از طرف کشورهای اروپایی مثل اتریش، مثل فرانسه و حتی آلمان بهشون نشده بود. به اصطلاح احساس میکردن به خاطر اینکه روابطی دارن با این کشورها میتونن یک جوری از کنار مسئله بگذرن، کارشون رو انجام میدادن. در دهه 60 و 70 شمسی ده‌ها تن از شخصیت‌های برجسته مخالف حکومت ایران در اروپا ترور شدند. یکی از جنجالی‌ترین ترورها قتل رهبران کرد ایران در سال 1371 در رستورانی در برلین بود.
که به ترورهای میکونوس شهرت یافت. من شما رو الان میبرم به طرف جایی که تیم ترور به طرف رستوران میکونوس را میافته. تعدادی از مخالفان حکومت ایران در این رستوران جلسه داشتند. حال رستوران دیگر وجود خارجی ندارد. تیمی که آمده بود متشکل بود از 5 نفر، 2 نفر ایرانی و 3 نفر لبنانی. این 3 نفر لبنانی از اعضای فعال حزب الله بودند. به سرعت صورتشون رو پوشوندن، داخل رستوران شدن و به اتاق عقبی رفتن و در عرض چند ثانیه عبدالرحمن بنی هاشمی با مسلسل به 4 نفری که از قبل مشخص شده بود شلیک کرد. صادق شرفکندی رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و 3 تن از همراهانش کشته شدند. هنگام ترورهای میکونوس حسین موسویان سفیر ایران در برلین بود. سفارت ایران متهم شد که نقش هماهنگ کننده در این ترورها داشته. اگه یه سرویس اطلاعاتی بخواد کسی رو در خارج ترور کنه، هیچ وقت به دیپلمات‌ها اطلاع نمیدن. اما در دادگاه مقام‌های بلندپایه از جمله وزیران و رئیس جمهوری وقت متهم شدند. اون موقع وزیر اطلاعات ایران به رهبر و رئیس جمهوری اطمینان داد که دستگاه‌های امنیتی ایران در اون ترورها نقشی نداشتند. یکی از شاهدان اصلی دادگاه میکونوس اولین رئیس جمهوری ایران بود. او امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در حومه پاریس در تبعید زندگی میکند. اولا که آقای فلاحیان آمده بود آلمان یه دور که بلکه این پرونده رو بخوابونه. بعد از اینکه تحت این بخشی از شهادت ابوالحسن بنی صدر در دادگاه میکونوس است. یک شورای عملیات ویژه وجود دارد که این تحت ریاست خامنه ایست. این شورا است که تصمیم میگیره راجع به قتل اشخاص. برای دادگاه، برای ما و نیروهای امنیتی و سرویس‌های اطلاعاتی کاملا روشن بود که تصمیم برای قتل مخالفان در ایران گرفته شده بود. اعضای حزب الله لبنان هم اون را اجرا کردند. پس از 5 سال روند قضایی، دادگاه آلمان متهمان را محکوم و بلندپایه‌ترین مقامات ایران را متهم به سازماندهی این ترورها کرد. اگر قانون اساسی آلمان نبود، دستگاه قضایی آلمان به نسبت زیادی از دستگاه قوه اجرایی مستقل نبود، حکومت آلمان راحت پرونده را خوابانده بود. حکم دادگاه میکونوس برای مدتی قطع کامل رابطه دیپلماتیک ایران و اروپا را به دنبال داشت. پس از آن برای سالها ترور مخالفان حکومت ایران هم در اروپا متوقف شد. آیا موتور ترور سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران دوباره روشن شدند؟ مقامات آمریکایی نیروی قدس سپاه پاسداران را عامل ترورهای چند سال گذشته می‌دانند. The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. The Iranian Quds Force conducts covert assassination operations in the heart of Europe. نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این نیرو در خارج از مرزهای ایران عملیات سری و نظامی انجام می دهد. سازمان های اطلاعاتی غرب نیروی قدس را بارها متهم به بمب‌گذاری و ترور در نقاط مختلف جهان کردند. آنها میگویند این نیرو به فرماندهی قاسم سلیمانی شبکه‌های خود را در سراسر جهان گسترش داده، از خاورمیانه تا اروپا و آمریکای لاتین. در چند دهه گذشته سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات متهم به ترور تعداد زیادی از مخالفان حکومت ایران در اروپا شدند. موقعی که به این نتیجه گیری میرسن که میبایستی به عنوان مثال ضربه‌ای به سازمان الف یا ب زده بشه و مثلا وزارت اطلاعات یا سپاه قدس مسئول اینه که این ضربه رو به این بزنه، این تصمیم گرفته بشه. این که در کجا، چگونه، با چه جزئیاتی انجام بشه،
دیگه تصمیم اون نهادیه که این مسئله بهش ارجاع شده. دولت تروریست داره، یعنی سازمان دولت در خدمت اجرای حکم ترور است. وقتی این حکم صادر میشه یک شبکه بندی داره، تیم فتوا داره، این سازمان مستقیم وصل آقای خامنه ای. اون بعدی که اون تیم نظرش رو داد به تایید آقای رهبر میرسد، اون وقت که رسید اجرا میشه. حسن شریعت‌مداری یکی از فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران است که در آلمان و در تبعید زندگی می کند. او هم سران حکومت را مسئول قتل مخالفان در اروپا می داند. شورای امنیت ملی عالی ترین محل تصمیم گیری نسبت به ترورها بوده. آقای روحانی از ابتدا شخص حساسی اونجا بوده. خودش میگه که من از ابتدا نماینده رهبر بودم و اکنون هم به عنوان رئیس جمهور اونجا. بارها این رو گفته و بنابراین نمیشه از یک چنین تصمیمات مهمی خبر نداشته باشه. حامیان حسن روحانی ترور مخالفان در اروپا در حالی که دولت برای حفظ برجام تلاش میکند را منطقی نمیدانند. آنها افراد خودسر در ایران را متهم میکنند. I would be really sorry. من برای کشورم متاسفم. وقتی که رهبرم، رئیس جمهورم و شورای امنیت ملی ما تصمیم میگیرند که رابطه خوبی با اروپا داشته باشیم، بعضی از گروه‌های خودسر این رابطه رو به هم می‌زنند. اگر واقعاً چنین چیزی بر علیه آقای روحانی بود، اونا باید همکاری می‌کردن تا قاتلین پیدا بشن، تا ردشون در ایران پیدا بشه، تا معلوم بشه چه کسانی کشتن. هیچ کدوم از اینا نشده. همه قاتلین قبلی که در مورد اونام چنین ادعای میشد الان در ایران سمت‌های مهم می‌دارند. حسین موسویان که زمانی عضو شورای امنیت ملی ایران بود میگوید عاملان ترور در داخل ایران به قدرت‌های خارجی وصلند. I am really pessimistic. من خیلی نگران نفوذ عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستم. اینکه عواملی در گروه‌های خودسر رو استخدام کرده باشند. یعنی استخدام از داخل سفارت ایران؟ بله، اونا میتونن هر کسی رو استخدام کنن. ایران هم شاید عواملی در سازمان سیا داشته باشه. تحریم‌های آمریکا بازگشتن. فشارهای دیپلماتیک اروپا به ایران بیشتر شده. و دیپلمات بازداشت شده ایرانی در انتظار محاکمه است. در شهریور 1397 افراد مسلح به رژه نظامیان در اهواز حمله کردند. در این حمله 25 نفر کشته شدند، از جمله تعدادی شهروند غیر نظامی. حکومت ایران گروه الاهوازی و داعش را مسئول این حمله خواند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران قول داد انتقام سختی در انتظار عوامل این حمله خواهد بود. نام ایران دوباره سرخط خبرهاست، این بار در دانمارک. It was one of the most visible manhunts in Denmark for decades. On Iranian nationals over alleged assassination plots in Denmark and France. سپتامبر 2018. پس از دریافت اطلاعات محرمانه، نیروهای امنیتی دانمارک تمامی راه‌های هوایی، زمینی و دریایی این کشور به خارج را می‌بندند. رئیس سازمان اطلاعات دانمارک مسئول این عملیات بود. It involves Iranian intelligence activities in Denmark. این درباره فعالیت‌های جاسوسی ایران در دانمارکه. بر اساس ارزیابی ما، هدف برنامه‌ریزی برای ترور تبعی ایرانیه. این مأمور برای جاسوسی از رهبران مخالف عرب ایرانی به شهر آرام و کوچک رینگستد آمده بود. او نمی‌دانست مخالفان ایرانی تحت حفاظت نیروهای امنیتی دانمارک بودند. از لحظه‌ای که رسیدیم، نیروهای امنیتی ما را زیر نظر داشتن. این شخص می اومد نزدیک منزل رئیس جنبشمون حبیب جبر، بعد از اونجا عکس گرفت، برای مدتی می ایستاد، حساب می کرد کی رئیس جنبشمون میره دفترش، که ای بر میگرده. همه اینا رو توی دفترچی ضبط کرده بودن که همین دفترچه الان دست وزارت اطلاعات بود.
دفتر رهبران جنبش عربی آزادی بخش الاهواز اینجاست. حکومت ایران این جنبش را گروهی تروریستی می داند و هدفی مشروع. از طریق محافظا به این نتیجه رسیدن که ایران داره یک تروری را سازماندهی می کنه، بعد نهایت یکی را دستگیر می کنن. اوایل تیر ماه امسال دادگاهی در دانمارک این شخص ایرانی را به اتهام جاسوسی و نقشه ترور به 7 سال حبس محکوم کرد. خیلی از نتیجه دادگاه راضیم. حکم سنگینی برای برنامه ریزی و کمک به ترور در خاک دانمارک. در حالی که 1 سال پیش هنگام این مصاحبه ناصر جبور و رهبران جنبش الاهواز هدف بودند، حالا خود متهم به حمایت مالی و تشویق به تروریسم در ایران و جاسوسی برای عربستان سعودی شدند. آنان از بهمن ماه امسال در زندانی در دانمارک هستند و منتظر محاکمه. ما اینگونه حوادث رو در دانمارک تحمل نمی کنیم. تحریزی ترور در خاک دانمارک غیر قابل قبوله. در کشور همسایه دانمارک، سوئد هم شخصی به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر می شود. سازمان اطلاعات سوئد برای ماها تمام حرکات فرد مظنون را زیر نظر داشته. فرد مورد نظر زیاد اجتماعی نبود. بیکار بود و پولی هم نداشت. ما این کار رو کار سیاه می‌خونیم. او قمارباز هم بود. به همین دلیل شکار خوبی برای سرویس‌های جاسوسی بوده، چون پول کافی نداشت. هانس یورگن مأمور تحقیقات این پرونده است. او میگوید رغدان خزعلی، یک شهروند عراقی سوئدی، در پوشش روزنامه نگاری و عکاسی از گروه‌های مخالف ایرانی جاسوسی می‌کرده. او در گروه‌های مختلف شیعه عرب ایرانی که به گروه الاهواز وابسته بودند نفوذ کرده بود. به این اسما در گروه‌های چت دسترسی داشته. با موبایل عملیاتیش اینجوری از لیست عکس می‌گرفته و اسما رو به ایران می‌فرستاده. رغدان خزعلی علاوه بر سوئد در کشورهای بلژیک و هلند برای ایران جاسوسی می‌کرده. این صندوق پستی که توسط او نشانه‌گذاری شده متعلق به یکی از فعالان عرب ایران در هلند است. پس از تماس‌های مکرر این فعال عرب حاضر می‌شود با ما دیدار کند. در کوچه پس کوچه‌های محله‌ای در لاهه استودیو تلویزیونی به دور از چشم انظار فعالیت دارد. اعزائي المشاهدين من برنامج این تلویزیون جنبش آزادی بخش عربی الاحواز است. از اینجا مستقیم برای عرب‌های ایران برنامه پخش می‌شود. پیام آنها روشن است. قیام علیه حکومت ایران. احبتي الكرام، عیسی فاخر مجری برنامه کلمه کسیف، یعنی کلمه‌ای مثل شمشیر، یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های این تلویزیون است. تو برنامه بیشتر درباره چی حرف میزنی؟ درباره ظلم، درباره مشکلات مردم، درباره ترور، درباره مشکلات این نظام جمهوری اسلامی. سازمان اطلاعات سوئد به عیسی فاخر هشدار داده که جانش در خطر است. موقع کمدن یک کسی هست در سوئد دستگیر شده بود به نام رغدان الخزعلی. تحقیق کردن شما رغدان الخزعلی میشناسی؟ گفتم آره میشناسم. کجا میشناسی؟ گفتم چند بار اینجا کانال میدن. یه بار هم رفته خونم، از وایفای خونه، از داخل خونه، اتاق ها عکس گرفته، از درب خونه، نمیدونم شماره، همه چیز خونه گرفت، حتی خیابون ها را، قهوه خونه کجاست، بنزین خانه کجاست، همه چیز عکس گرفته. یعنی بیوگرافی کامل برای ترور برای ایران فرستاده. من هم ازشون پرسیدم،
اینا آیا برای ترور گفتم معلومه این برای ترور دیگه برای چی میفرسته؟ برای جمهوری اسلامی ایران عیسی فاخر و جنبش او گروهی تروریستی است که از طرف عربستان سعودی حمایت میشود. حکومت ایران آنان را هدفی مشروع میداند. یکی از رفیقام الان داخل کانال پدرش رو گرفتن بهش گفتن شما سه گزینه دارید، یا برگردی یا کانال تلویزیون ول بکنی بری خونت بنشینی، یا سوم با ما همکاری کنی. اطلاعات ایران یا سپاه پاسداران دیگه هر دو قسمتشون دادن کارهاشون همینه. تهدید ایران به حدی جدی است که نیروهای امنیتی هلند عیسی فاخر را 24 ساعته زیر نظر دارند. یه دستگاهی به ما دادن، این هم جی پی اس داخلش هست. اوکی. الان این نگاه می‌کنی؟ آبی این همیشه هم جی پی اس، هم کوچیک‌ترین خطری که حس می‌کنی تا اینو بزنید ظرف 3 دقیقه الی 4 دقیقه اینا زود میاد. نزدیک‌ترین پلیس بیاد. فشار بدم ببینیم کار می‌کنه. نه نمی‌شه. امتحان کنیم ببینیم کار می‌کنه. مدتی پس از این مصاحبه پلیس هلند عیسی فاخر را به اتهام برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های تروریستی در ایران بازداشت کرد. او همچنان در زندان است و منتظر محاکمه. دادستان سوئدی در تماسی از محکومیت رغدان خزعلی به 2.5 سال حبس خبر می دهد. مدارک ارائه شده به دادگاه علیه رغدان خزعلی نشان می دهد اطلاعاتی که او به ایران فرستاده باعث دستگیری، شکنجه و احتمالاً اعدام مخالفان عرب در ایران شده. رغدان خزعلی از بستگان قیس خزعلی است، رهبر گروه شیعه اصائب اهل حق عراق، گروهی شبه نظامی که به نیروی قدس سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی بسیار نزدیک بوده. علی‌رغم تحریم‌های شدید آمریکا و فشارهای دیپلماتیک اروپا، منابع اطلاعاتی غرب می‌گویند شبکه‌های ترور حکومت ایران همچنان فعالند. عملیات و قطع‌های اخیر در اروپا نشان می‌دهد دستگاه‌های اطلاعاتی ایران به خصوص نیروی قدس سپاه منابع مالی وسیع، شبکه‌ای گسترده و صبری طولانی برای انتقام از مخالفانشان دارند.